درود و خیلی خوش اومدید به فراعلم. امیدوارم که حال همگیتون خوب باشه. خیلی خوشحالم که امروز دوباره در خدمتتون هستم و قراره با هم دیگه لیکور توت فرنگی درست کنیم. خب حالا اگه اجازه بدید بریم سراغ درست کردن لیکور توت فرنگی خودمون. برای درست کردن این لیکور در وهله اول یه بانکه یا یک جار شیشه ای احتیاج داریم که درش کاملا پلم بشه که در طول زمان آمیزگی هوا داخل این بانکه یا جار ما رد و بدل نشه. به جز این بانکه ما به 400 گرم توت فرنگی تازه و خوشمزه و شیرین و آبدار احتیاج داریم. اگر نگاه کنید من توت فرنگی ها رو کامل شستم و آماده است که ازشون استفاده کنم. اون سبزی بالای توت فرنگی هم ازش جدا کردم. ببینید که این 400 گرم توت فرنگی رو خیلی ساده می‌ریزیم داخل بانکمون. بعد از اضافه کردن توت فرنگی ها لحظه اضافه کردن عسل میرسه. 150 گرم عسل رو اضافه کنید به بانکتون. خیلی ساده. بعد از اضافه کردن توت فرنگی و عسل میرسیم به وانیل. 15 گرم پودر وانیل هم احتیاج داریم برای ساخت این دیکور. 15 گرم وانیل رو میریزیم داخلش. و در نهایت میریم سراغ اضافه کردن عرق پایمونی. این عرق پای بهتره که ودکا باشه. بخاطر اینکه ودکا کمترین بو و مزه رو همراه خودش داره از اون ماده اولیه که ودکا ازش ساخته شده. اگر نمیدونید چطور ودکای خانگی ساخته میشه، من قبلا یه ویدیو کلیپ درست کردم که توش نشون دادم کامل صفر تا صد چطور ودکا تو میتونید توی خونه درست کنید که لینکش رو کنار تصویر براتون قرار میدم. حتما اگه دوست دارید تماشا کنید این ویدیو کلیپ رو، خیلی به دردتون میخوره. من میاد که از ودکا استفاده کنم در صورت، اما اگر شما به ودکا دسترسی ندارید میتونید از هر مدل عرق دیگه‌ای که در دسترس دارید مثل عرق کشمش، عرق خرما یا عرق انگور که در دسترس دارید استفاده کنید. اما حداقل این مدل از عرق ها رو دو آتیشه شون کنید، یعنی دو بار تخدیرشون انجام بدید، سر و ته محصولتون هم دو بار ازش جدا کنید که هم سلامت محصول تضمین شده باشه و همینطور اون بو و مزه اولیه انگور یا کشمش رو همراه خودش کمتر داشته باشه. در صورت داره ولی خب کمتر داشته باشه دیگه. در صورت از هر مدل عرقی که در دسترس دارید و درصد الکل 40-45% میتونید برای درست کردن این لیکور استفاده بکنید. یه لیتر ودکا دارم، اینم اضافه میکنیم به بانکه. خیلی ساده. و تمام. درب بانکه رو ببندید، همه ریزم بهش زدید اوکیه، اما به خودتون زیاد فشار نیارید چون مدت زمان آمیزگی 14 روز هستش و ما تو این 14 روز سعی میکنیم هر دو روز یه بار این بانکه رو یه تکونی بهش بدیم که تمام این موادی که ریختیم داخل این عرق پایمون طعم و مزه و بوشون بره خورده این عرق پایمون تا در نهایت یه لیکور حرفه‌ای بهمون تحویل بده. در صورت ما باید این بانکر به مدت 2 هفته در یک جای تاریک و خنک قرار بدیم. بعد از 2 هفته برمیگردیم و حتما تست مزه محصول نهایی رو انجام میدیم و هم دیگه ببینیم که این لیکور توت فرنگیمون چی شده. آقا این لحظه اولیه که این لیکور رو درست کردیم و تازه توت فرنگی رو ریختم داخل بانکه. ببینید توت فرنگی تازه شقرق هستن و لیکورمون هم هیچ رنگ و بوی خاصی فعلا نگرفته، اما در چند روز آینده حتما میبینیم که چه تغییراتی توی این بانکه ایجاد میشه. درود به همه همراهان عزیز فراعلمی. امروز دقیقا روز دوم آمیزگی توت فرنگی وانیلمون هستش. اگر داخل مخزن آمیزگی نگاه کنید مشاهده میکنید که تقریبا 60-70% رنگ قرمز توت فرنگی ها از بین رفته و رنگ خودش رو داده به عرق پایه ما و عرق پایه ما هم تقریبا رنگش صورتی شده. در صورت این آمیزگی همچنان ادامه داره تا روز 14، اما هر یکی دو روز یه بار یه همی به این مخزن بزنید که خوب این طعم و مزه های عسل و وانیل و توت فرنگی بره به خورده
این عرق پایمون تا در نهایت یه محصول خوشمزه بتونیم به دست بیاریم. در صورت همچنان با من همراه باشید تا روز 14 که بریم سراغ تصفیه لیکور توت فرنگیمون و تست مزه‌اش. درود به همه همراهان عزیز فراعلمی. امروز دقیقاً 14 روز از زمان آمیزگی لیکور توت فرنگی ما میگذره. اگر نگاه کنید کاملا رنگ و لعاب محصول ما جا افتاده، خوش رنگ و لعاب شده و الان آماده است که کار تصفیه رو روش انجام بدیم و بریم ما هم دیگه یه تست مزه بزنیم ببینیم اصلا محصول نهایی ما چه طعم و بویی به خودش گرفته. بنابراین با من همراه باشید، اول کار تصفیه رو انجام میدیم، بعدش هم این محصول نهاییمون رو با هم دیگه تست مزه. بله دوستان، همونطور که مشاهده کردید کار تصفیه رو انجام دادم روی لیکورمون. تقریبا یه 200 سی سی افزایش حجم داشته این محصولمون و به نظرم طبیعی هستش دیگه. حالا هم عسل اضافه کردیم هم بالاخره اون توت فرنگی خور آب داشتن و این تقریبا 200 سی سی افزایش حجم داشته این محصول نهایی. رنگ و لعاب محصول رو که نگاه کنید کاملا عالی، هوس انگیز، رنگ بسیار دلنشین. بریم سراغ تست بو و مزه ببینیم چی شده. اما قبلش اگر تا اینجای کلیپ از کلیپ راضی بودید این نکته مهم رو فراموش نکنید، کلیپ رو حتما لایک کنید و اگر هم عضو کانال یوتیوب فرایلم نیستید دکمه سابسکرایب زیر تصویر رو بزنید و مشترک کانال فرایلم بشید. با این کارتون به من قدرت میدید که دی کلیپ های بهتر و بیشتری درست کنم. دممتون گرم. بریم سراغ لیکور توت فرنگیمون، یکم بریزیم داخل جام ببینیم چی ساختیم. اصلا میگم که رنگ و لعاب که دیگه اصلا تعریف نداره دیگه، تو تصویر کاملا مشخصه. یه خورو بو کنم ببینم بوی محصول چه شکلی است. بوی قالب بوی وانیل هستش، یعنی کاملا وانیل و توت فرنگی در هم تنیده شده میخوره توی صورتت، بسیار عالی هستش. یعنی وانیل و توت فرنگی حتما قبلا هم تو حالا تو کیکی حالا توی خوردنی های مختلفی بوش و مزهش بهتون خورده که خیلی به هم میان این دوتا مزه و بوی توت فرنگی و وانیل. اینجا هم همون صورته، عالی. البته اینم عرض کنم خدمتتون که عرق پایه من ودکا بود و هیچ بوی الکلی هم نداشت از اول، یعنی اصلا احساس نمی کنم. ودکا بسیار خوبی بود، اینجا هم بوی الکل احساس نمیشه و خیلی طبیعی هم هستش. سلامتی همتون، مزه کنیم ببینیم چی درست کرد. مزه‌ای که احساس میکنم یه قلقلک الکلی میشینه رو زبونم، تلقی الکل رو کامل احساس میکنم، بسیار دلنشینه، چیز بدی اصلا نیستش. شیرین هست لیکورمون، مشخصا طعم اصلی شیرینی هستش به خاطر اون عسلی که ریختیم داخلش و همون خود فرنگی هم کلی شیرین هستش، شیرینی کامل احساس میشه. طعم وانیل کامل احساس میشه، یعنی میتونم بگم طعم قالب طعم وانیل هستش و در کنارش هم توت فرنگی اومده این طعم رو کامل کرده، عالیه. یعنی یک لیکور دلنشینی هستش و حتما میتونه خیلی مورد پسندتون واقع بشه. پیشنهاد میکنم حتما درست کنید و بعدک نیه بعضا یه طعمهای مختلف رو هم تست کنید و بزنید به بدن و لذتش رو ببرید. اما دو تا نکته درباره این لیکوری که درست کردیم. یک، درباره مدت نگهداری این لیکور. لیکور رو حداکثر 6 ماه در یخچال میتونید نگه دارید
و من بهتون پیشنهاد میکنم که هرچی سریعتر موشه جان کنید و بزنیدش به بدن. و نکته دوم این که الان تو این شرایط، یعنی بعد از آماده شدن لیکور، به هیچ عنوان الکل سنج نندازید داخلش که ببینید او چند درصد شده الان، به خاطر اینکه ما هم توش عسل ریختیم، وانیل ریختیم، توت فرنگی ریختیم و اینها همراه خودشون ناخالصی دارن و میاد روی دقت الکل سنج ما تاثیر منفی بذاره و نتونه درصد الکل درست و دقیق رو به همون داخل این لیکور نشون بده. اما اصلا شک نکنید مثلا الکل سنج انداختید 5% بهتون نشون داد، اصلا نترسید، به خاطر اینکه میگم دقت الکل سنج به هم خورده و این درصد کم نمی کنه. یعنی وقتی که شما یه ودکای 40-45% یا هر محصول تقطیری دیگه با یک درصد مشخصی بین 40-45% استفاده می کنید برای ساخت این لیکور، همون درصد هم در پایان داخل این لیکورتون هستش. بنابراین خیلی روی این موضوع مانور ندید و به خودتون ترس و دلهوره وارد نکنید که درصد الکلش کم شده. کاملا وقتی مزه میکنی مزه الکل میشه رو زبونت، بوی الکل هم کامل میتونید احساس کنید. یعنی اینطوری نیستش که نفهمید که این لیکور داخلش الکل هستش. در صورت این بود کل روند ساخت لیکور توت فرنگی. امیدوارم که این محصول رو بتونید توی خونه درست کنید، بزنید به بدن و لذتش رو ببرید و یادی هم از من بکنید. دمتون گرم که همراه هم بودید. تا ویدیو کلیپ های بعدی، فعلا روز روزگار خوش. خدای توت فرنگی های خوشبخته یه حیف همه رو لیکور کنم. افل لامصب افل. این تیکر رو نمیدونم کی گفت، یه دفعه بکنم تو این اینستاگرام دیدم افل لامصب افتاد تو دهنم لامصب. بعد از اضافه کردن دستم چسبناک شده، ای بابا عسلی شد، برم آب بزنم. آقا این قیفه مخصوصی، ببینید توش خودش فیلتر داره و آیه دیگه جلوگیری میکنه از ورود توت فرنگی ها به بطری. بوی وانیل ترکونده، یعنی اینطوری بهتون میگه. و من نمیدونم چرا هر چقدر سعی میکنم نریزه بازی چند قطره میریزه. واقعا اینو گناه داره، خدا نمیبخشه.